سلام دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه یکی از عزیزان در کامنت ها پرسیده بود که فرق بین شلشت و شلیم چی هستش خب هر دوتا معنی بد میده در زبان فارسی منطقه با همدیگه تفاوتی داره در زبان آلمانی که تو این درس با همدیگه یاد خواهیم گرفت و اگر میخواید این تفاوت های ریز زبان آلمانی رو یاد بگیرید فرموش نکنید که دویچ پرزش تیوی رو در اینستاگرام یوتیوب و فیسبوک و همچنین تلگرام دنبال بکنید دوستان مطمئنم مطالب به درد بخوری رو اونجا پیدا خواهید کرد خب اول شروع میکنیم با شلشت شلشت یعنی چی؟ شلشت یعنی بد درست چیزی که خوب نیست بده و دقیقا برعکس شلشت میشه گوت به طور مثال میگم احت شلشت نوتن احت شلشت نوتن یعنی اون مرده یا پسره نمره بدی گرفته نمره های بدی داره حالا موقعی ما میگیم شلم شلم یعنی خیلی بد یعنی یه چیزی که میتونه بد و یا بدتر بشه چیزی که شلشته میتونه خوب بشه ولی موقعی که ما میگیم که احد شلیم نوتن احد شلیم نوتن یعنی نمره های خیلی بدی داره یعنی واقعا جای نگرانی داره و انتظار نداریم که این طرف نمرهاش خوب بشه ولی ما که میگیم شلشت نوتن یعنی بعدا میتونه گوت نوتن هم بگیره پس یه شد برعکس شلشت میشه گوت ولی شلم یعنی یه چیز خیلی بد یه چیز درست بد و بدتر و درست هم باعث نگرانی میشه و همین که انتظار نمیره که خوب بشه بس همین مو که یه چیزی بد باشه میگیم دست است شلشت دس شلشت یعنی بده ولی ما که بگیم داس از شلم یعنی دیگه خیلی بده جای نگرانی داره مطمئنیم که بهتر که نمیشه هیچ بدتر هم میشه به طور مثال یک مریضی میتونه شلم باشه یک زخم یا بیماری میتونه شلم باشه و امثال اون خب ما که من میگم داس از این شلشتس لید داس از این شلشتس لید یعنی این یک شعر بده یا یعنی دیگه که شعرش بده خب اون شعر میتونه خوب باشه باز همین تو این جمله شلیم صدق نمیکنه ولی میتونم بگم که دس ایس آینه شلیم ونده دس ایس آینه شلیم ونده یعنی این زخم ونده به معنی زخم است خیلی زخم بدیه جای نگرانی داره خب یک زخم هیچ وقت خوب نمی... در نمیگن یک زخم خوب چون زخم در یک بیماری در در لغت یه چیز بدیه یک چیز منفیه نمیشه خوب باشه یعنی چیز خوب, خوب شدن رو نمیگم و منظورم اینه که نمیتونه چیز خوبی باشه ونده برای همین در اینجا مواقع شلم استفاده میشه دست این ونده و همچنین یه تصادف تصادف هم چیز بدیه درسته نمیتونه تصادف خوب باشه وجود داشته باشه برای همین اینجا هم شلم استفاده میشه میگم که ایا حتی این شلمن اونفال یعنی اون آقا یک تصادف خیلی بد داشته ایا حتی این شلمن اونفال حالا در جمله بعد میگم زم گلوک وار در اونفال نیشت زو شلیم. زم گلوک خوشبختانه وار در اونفال تصادف بود نیشت زو شلم خیلی بد نبود درست پس اونفال هم این اتفاقات بد رو با شلیم استفاده میکنن نه با شلشت خب دیگه چی داریم در جمله آخر موقعی که یه فوتبالی برگزار شده و بازی خیلی بدی بوده و شما ناامید شدید و تیم خیلی بد بازی کرده در اینجور مواقع میتونید از شلیم استفاده کنید میگیم که دستشپیل و هایت غشتش شلیم یعنی بازی امروز خیلی بد بود تیم خیلی بد بازی کرده ناامید کننده بازی کرده و بازی تموم شده شانسی نیستش که تیم بهتر بازی بکنه باز همین اینجا شلیم استفاده میشه دیدین دوستان فرق شلشت و شلیم یه کوتاه یه مرور مجدد میکنیم خلاصه شلشت یعنی چیز بد که میتونه خوب هم باشه برعکسش مثل شلشت نوتن و گوت نوتن برعکسش میشه گوت ولی شلم به چیزی میگن که بد و بدتره و انتظار نمیره بهتر بشه و جای نگرانی داره خب در اینجور مواقع شلم استفاده میشه چیزهایی که شلم هستن مثل بیماری ها مریضی تصادف و امثال این فقط از شلم استفاده میشه حالا با من تمرین شما سعی کنید که با شلشت و شلم دو تا جمله بسازید با توجه به این توضیحی که در این درس داده شد و در کامنت ها به عنوان تمرین بنویسید امیدوارم از دیدن این درس کوتاه لذت برده باشین دوستان عزیز تا درس های آینده بدرود